بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، امیدوارم سعادتمند باشیم. در خدمت شما هستم با جلسه 13 فیزیولوژی سیستم عصب مرکزی. ما در دو جلسه قبل بحث در مورد کنترل قشری و ساق دماغی و ضعف حرکی آغاز کردیم، و چون حصه های دهلیزی هم در قسمت ساق دماغ قرار دارن و در کنترل تعادل نقش دارن، بحث امروز ما شما راجع به حصه های دهلیزی و حصه تعادل. سیستم دهلیزی عبارت از سیستمی که حصه تعادل وجود ما شناسایی میکنه. پس سیستم دهلیزی در حس تعادل نقش داره. سیستم دهلیزی متشکل از چیه؟ میگم سیستم دهلیزی متشکل از یک لبرنت استخوانی و یک لبرنت قشایی. ساختمانی که شکل مار پیچ مانند داشته باشه ما به این میگیم لبرنت. و همینطور که اینجا میبینیم این ساختمان شکل مارپیچ مانند داره، پس این میگیم یک لبرنت. پس سیستم دهلیزی دو قسمت داره، لبرنت استخوانی داره و لبرنت قشایی داره. ساختمانی که در اینجا ما میبینیم قسمت لبرنت استخوانی، از اینه که از نظر موقعیت آناتومیک خوب میگیم لبرنت استخوانی در قسمت پتروزای استخوان تمپورال یا در پارس پتروزای استخوان تمپورال قرار داره. بعد در داخل لبرنت استخوانی لبرنت قشایی قرار داره. خب اینجا بازم قسمت لبرنت استخوانی رو میبینیم که کوخلیه یا حلزون از این نشون میده، بعد قسمت ویستیبول نشون میده و دیگه مجاری نیم دایره که اصلا مجرای نیم دایره قندامی، مجرای نیم دایروی خلفی و مجرای نیم دایروی لترال یا جنبی. در قسمت ویستیبول یا دهلیز لبرنت استخوانی در داخل ازی در لبرنت قشایی که میگیم هست، همو اتاقهای موسوم به متریکل و ساکل قرار داره. خب پس سیستم دهلیزی دوباره میگیم متشکل شد از لبرنت استخوانی و لبرنت قشایی، که لبرنت استخوانی متشکل از کوخلیه، ویستیبوله و سه مجرای نیم دایروی. بعد در داخل لبرنت استخوانی ساختمانی که قرار داره این میگیم به اسم لبرنت قشایی. لبرنت قشایی بخش فعال سیستم دهلیزیه. منظور از بخش فعال اینه که همون آخذه‌های حسی که در تعادل نقش دارن در داخل لبرنت قشایی قرار دارن. لبرنت قشایی متشکل از حلزون که ساختمان باشه، حلزون دو اتاقک موسوم به اوتریکل و ساکیول که اینا باشن. خب ای یک اتاقک و ای هم اتاقک دیگه. خب ای هم اتاقک دیگه. بعد سه مجرای نیم دایروی داریم، مجرای نیم دایروی آنتریور قدمی، مجرای نیم دایروی پاستریور خلفی و مجرای نیم دایروی لترال یا جنبی. میبینیم که نهایت هر کدوم از این مجاری نمیداروی در یک طرف متوسطه، یک قسمت متوسطه رو میگیم به اسم امپولا. امپولا یک قسمت متوسطه از اینه. خب این هم قسمت متوسطه امپولای از این و این هم که قسمت متوسطه سیمی سرکولار کاناله که لترال یا جنبی. متوجه شدن که در داخل قسمت های امپولا و همچنین در داخل اتاق که ما ساختمان های حسی داریم که
که در ایجاد حس تعادل اینا نقش داره. خب پس لبرنت قشه متشکل شد از حلزون، از سه مجرای نیم دایروی و دو اتاقک. از بین اینا حلزون در حس شنوایی نقش داره و در حس تعادل نقش نداره. در داخل اوتریکل و سکول که وقت تلفظ انگلیسی درست سازیر بگیم سکول میشه، خب در داخل اوتریکل و سکول ساختمانه به اسم ماکولا وجود داره که این قسمت ماکولا رو میبینیم، ماکولایی که در داخل اوتریکل وجود داره و ماکولایی که در داخل سکول وجود داره. میبینیم که در داخل اوتریکل این ماکولا در صفحه افقی و این در داخل سکول به صورت عمودی قرار گرفته. پس ارگان حسی که در داخل اتاقک ها وجود داره اینا رو میگیم به اسم ماکولا. و ماکولا ساختمان حسیه که جهت قرارگیری سر نسبت به جاذبه شناسایی میکنه و خود ماکولا متشکل از هزاران حجره حسی سلیادار یا مجکدار می باشه که هر کدوم اینا ببینیم یک حجره حسیه. هیر سل که نوشته یک حجره حسیه که روی از این همو سلیاها یا مجک های از اینا به شکل یک باندل یا به شکل یک دسته قرار دارن. سطح ماکولا توسط یک طبقه جلاتینی پوشیده شده که در داخل از این طبقه جلاتینی کریستل های کلسیم کاربونات قرار دارن که این کریستل های کلسیم کاربونات به نام استاتو کونیوم هم میگیم، به اسم اوتو لیتس هم میگیم. پس در سطح ماکولا یک طبقه جلاتینی میگیم قرار داره که اینجا به رنگ آبی صافی میبینیم طبقه جلاتینی و در داخل از طبقه جلاتینی کریستال های کلسیم کاربونات قرار دارن که اینجا به اسم اوتولیت نوشته شده. کریستال های کلسیم کاربونات که به اسم اوتولیت یا به اسم استاتو کونیوم اینا رو میگن اینا شده. وقتی یک هیرسل ما میبینیم و به سطح از این میگه مجک ها قرار داره، مجک ها هم به داخل طبقه جلاتینی فرو رفتن. قاعده و طرفین از این حجرات مجک داره وقتی میبینیم که با نهایات عصب ویستیبولر اینا سنبس میکنن. خب به رنگ زرد که اینجا نشان داده شده عصب ویستیبولر یا عصب دهلیزی که نهایت به دو طرف نهایت و اطراف همو هیرسل ها یا حجرات مجک داره احاطه کرده. خب این عصب ویستیبولر میره به هسته های دهلیزی ختم میشه، به هسته های دهلیزی که در قسمت ساق دماغ قرار دارن و در همو حس تعادل وظیفه اجرا میکنن. هر حجره یک مجک یا سلیای بزرگی داره که به اسم کاینوسیلیوم میگیم. حدود 50 تا 70 تا مجک های کوچکی داره که اینا به اسم استروسیلیا میگیم. پس دو نوع مجک شد یا دو نوع سلیا میگیم وجود داره، یک سلیاهایی که کوچکن که به اسم استروسیلیا میگیم و یک و دوم یک سلیای بزرگ که به اسم کاینوسیلیوم میگیم. همینطور که اینجا متوجه شدین کاینوسیلیوم به صورت مجزا در یک طرف وجود داره. هرچی ما از کاینوسیلیوم دور میشیم میبینیم که همو اندازه یا قد استریوسیلیاهای کوچک رفته رفته خردتر میشه و هرچی به سمت کاینوسیلیوم ما نزدیکتر میشیم اندازه ای استروسیلیاها بزرگتر. دیگه چیزی که متوجه شدیم اینه که
یک سلیا با سلیای بعدی خو ارتباط داره، متصله. یعنی رشته های ظریف بین از اینا وجود داره که یک سلیا با سلیای دیگه مرتبط میکنه. این ارتباطی که بین سلیا ها وجود داره به باز شدن خود همو مجاری سلیا ها میتونه که کمک کنه تا آیون ها وارد بشن و وضعیت سر نسبت به جاذبه شناسایی بشن. حجرات مجکتار به چی روش فعالیت میکنن؟ یعنی به چی میکانیزم اینا باعث میشن تا وضعیت سر نسبت به جاذبه شناسایی بشه و بدن تا عدل خوره حفظ بکنه؟ خب از این طرف شما نگاه کنین، دوباره یه قسمت متوجه باشین، یک سلیای بزرگ گفتیم به اسم کینوسیلیوم. خب یک باشه، پس این شد کینوسیلیوم. در بالای کینوسیلیوم ببینیم که هم اوتولیت یا استاتوکونیوم وجود داره. ما گفتیم کریستال های کلسیم کاربونات در طبقه جبهه وجود دارن که اونا به اسم استاتوکونیوم یا اوتولیت میگیم. این همه اوتولیت ازی باشه یا استاتوکونیوم. بعد مژک های خورده گفتیم که به اسم استروسیلیا یاد میشن و میبینیم که با هم دیگر طریق فلامنت ها یا رشته های کوچک ارتباط دارن. قسمت بانجونی رنگی که در بالای استروسیلیا میبینیم این کانال های پوتاشیمیه که وقتی اینا باز میشن کانال های پوتاشیمی آیون پوتاشیم از این دو لامپ به داخل حجره وارد میشه و چون آیون پوتاشیم دارای چارچ مثبت میباشه، وارد شدن از این متن باعث دپولاریزیشن بشه. خب دیگه هسته از این حجره رو میبینیم، کانال های کلسیمی رو میبینیم که کانال های کلسیمی در صورت که باز بشن بازم کلسیم بتنه که داخل حجره بشه. ویزیکول هایی رو میبینیم که هاوی نیورو ترانسمیترن و در قسمت پایینم که به رنگ آبی نشون داده شده یک عصب وستیبولر نشون میده که عصب وستیبولر با همو حجرات سیلیادار یا به همو یرسل ها ارتباط دارن یا ساینپس دارن. خب یک حالت نشون بده قبل از اینکه تحریک بشه این حجره مجکدار. اما زمانی که استروسیلیاها خم میشن به سمت کینوسیلیوم، یک سلسله تغییرات اتفاق میفته که منجر به آزاد شدن نیوروترانسمیتر میشه. در اینجا شما ببینیم وقتی مثلا سر به یک طرف خم شده، سر به این طرف خم شده، خب همو اوتولیتی که یا همو سنگ کلسیم کاربوناتی که بروی کینوسیلیوم وجود داشته، این هم به علت همو اثر جاذبه خب میفهم که به این طرف حرکت میکنه و چون اون متصل به کینوسیلیوم، کینوسیلیوم هم به طرف خو کش میکنه. بعد گفتیم که کینوسیلیوم و استروسیلیاها اینا از طریق فلامنت های بسیار نازک اینا با همدیگر ارتباط دارن. پس وقتی کینوسیلیوم به این طرف حرکت کردی و همون مژک کلون، استروسیلیاها هم حرکت میکنن به این طرف و چون نوک استروسیلیاها با همدیگر از طریق همون فلامنت ها ارتباط داره، کش شدن فلامنت های روی از اینا باز شدن باعث باز شدن کانال های پوتاشیمی میشه. پس وقتی کانال های پوتاشیمی باز شدن، آیون پوتاشیم از این دو لنف، از مایع این دو لنف وارد حجره میشه. مایع این دو لنف در داخل اتاق ها قرار داره، در داخل مجایری نیم دایروی قرار داره و خصوصیات مایع داخل حجروی داره، یعنی مقدار زیاد پوتاشیم میباشه.
و وقتی پوتاشیم داخل حجره شد به علت چارج مثبتی که داره باعث بالا رفتن همو ولتاژ داخل حجره میشه و سبب دپولاریزیشن میشه. کانال های کلسیمی که اینجا نشون داده شده که در حجرات سیلیادار وجود دارن، اینا کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ هستند، یعنی زمان اینا باز میشن که ولتاژ داخل قشا به طرف مثبت تر شدن پیش بره. وقتی آیون پتاسیم داخل حجره شد، چون چارج مثبت داره، میفهمن که باعث افزایش ولتاژ داخل حجره میشه. یعنی افزایش ولتاژ یک زمینه مناسبی برای باز شدن کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ مساعد میسازه. با باز شدن این کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ، آیون کلسیم وارد خود حجره میشه و این آیون کلسیمی که وارد حجره شد باعث ازی میشه تا ویزیکول هایی که هاوی نیرو ترانسمیترن بیان به قشا جوش بخورن. وقتی اینا با قشا جوش خوردن، نیرو ترانسمیتر هایی که در داخل از اینا وجود داره با مکانیزم اکزوسایتوز به مسافه سینپسی وارد میشه و بروی ریسپتور ها خوب به در همو عصب وستیبولر تاثیر بکنه و باعث ازی میشه تا یک امپولز عصبی توسط عصب وستیبولر به هسته های دهلیزی انتقال پیدا کنه. اینجا متوجه هستم که مایعی که در اطراف سیلیه ها وجود داره یک مایع با غلظت بالای پتاسیم، های پتاسیم، ولی مایعی که در قاعده خود حجرات در قاعده ارسل ها وجود داره، قسمتی که با قسمت نزدیک به ساینفس، میبینیم که مقدار پتاسیم از این کمه. پس وقتی که کینوسیلیوم به دور از استریسیلیو حرکت میکنه از طریق همو فلامنت هایی که اینا رو به هم ارتباط میده، حرکت کینوسیلیوم باعث میشه تا استریسیلیو هم به طرف ازی حرکت بکنن و همونطور که گفتین کینوسیلیوم و بعد استریسیلیو از طریق همو فلامنت های نازو که به هم دیگر متصل و این فلامنت ها باعث باز شدن کانال های پتاسیمی میشن. کانال های پتاسیمی وقتی باز شد، آیون پتاسیم که چارج مثبت داره از اندولم وارد حجره میشه و وارد شدن آیون پتاسیم باعث دپولاریزیشن میشه، یعنی ولتاژ داخل قشار افزایش میده و این افزایش ولتاژ خود همی حجره هیر سل باعث ازی میشه تا کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ باز بشن. کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ وقتی باز شدن، کلسیم وارد خود نهایت ساینپتیک میشه و ورود کلسیم باعث میشه تا ویزیکول ها ترانسمیتر های از اینا با همین مکانیزم اکزوسایتوز آزاد بشه به داخل مسافه سینپسی و بعد نیورو ترانسمیتر به خود مل های مخصوص خواه یا به همو عصب وستیبولر متصل بشه و باعث ازی شه تا یک سیگنال عصبی توسط عصب وستیبولر به هسته های دهلیزی در ساق دماغ انتقال داده بشه. برعکس از این حالت، وقتی که کینوسیلیوم به طرف استریسیلیو حرکت میکنه، به این طرف وقایع اتفاق میفته که منجر به بسته شدن کانال های پتاسیمی میشه. وقتی کانال پتاسیمی بسته شد، از ورود آیون پتاسیم به داخل از این حجره جلوگیری میشه و حالت هایپرپولاریزیشن اتفاق میفته. در حالت هایپرپولاریزیشن میفهمیم که پتانسیل داخل حجره
منفی تر میشه، یعنی به طرف منفی حرکت میکنه و این منفی تر شدن از این باعث بسته شدن کانال های کلسیمی و بسته به ولتاژ میشه و از ورود آیون کلسیم به داخل حجره جلوگیری میشه. وقتی آیون کلسیم داخل نشود ویزیکول ها به قشا جوش نمیخورن و محتویات از اینا که همون نوروترانسمیترها باشه آزاد نمیشه و وقتی نوروترانسمیتر آزاد نشود انتقال پیام عصبی توسط عصب وستیبولر هم اتفاق نمیفته، یعنی همون و عصب فعال نمیشه. به این ترتیب میبینیم زمانی که کینوسیلیوم به دور از استرسلیا حرکت میکنه حالت دپولارایزشن در هیرسل اتفاق میفته و زمانی که کینوسیلیوم به طرف استروسلیا حرکت میکنه حالت هایپرپولارایزشن در هیرسل اتفاق میفته. به ترتیب میکانیزم فعالیت حجرات مجکدار که در مکولا یا در همه ارگان حسی اتاق کا قرار دارن خواندیم.